سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدید. 10 تا حرکت اشتباه توی زبان بدن که دیگران از شما فراری میده. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شماره 1، بوز میکنید. حالت بدنتون میتونه نکات زیادی رو درباره اعتماد به نفس شما آشکار کنه. اگه قوز میکنید، این مسئله نشون میده که شما احساس ناامنی روانی میکنید. بقیه این مسئله رو نشانه پایین بودن اعتماد به نفس شما میدونن. شماره 2، دست به سینه میشینید یا پاتون رو میندازی روی همدیگه. اگه در این وضعیت در حال صحبت با یه نفر باشین، ممکنه طرف مقابل فکر کنه شما حالت تدافعی دارین. این مسئله میتونه این پیامو برای شخص مقابل داشته باشه که شما مایل به تعامل یا شنیدن حرفاش نیستید، یا اینکه مثلا در کنارش احساس راحتی نمی کنید. شماره 3، مرتب با یه چیزی ور میرید. خب این عادت خوبی نیست، حالا چه عادت همیشگیتون باشه چه کاری که فقط وقت استراب برای آروم کردن خودتون انجام میدین. باید سعی کنید دست از این عادت بردارین. اگه زمان مکالمه یا جلسه مهم دائم موهاتون رو دور انگشتتون میپیچید یا با حلقه ازدواجتون ور میرید یا مثلا ساعتتون رو چک میکنید، ممکنه این طور به نظر بیاد که حوصله‌تون سر رفته و ترجیح میدید که توی اون مکان نباشید. شماره 4، به گردنتون دست میکشید. شاید برای کم کردن استراب این کارو میکنید، یا شاید هم فقط برای کم کردن درد گردن، حتی اگه چیزی نباشه که شما رو نگران کنه. در هر صورت باید دست از این کار بردارید. بدانید و آگاه باشید تا حد ممکن از انجام این کار باید خودداری کنید. شماره 5، ناخوناتون رو میجوین. عادت دیگه‌ای که مستر بودن شما رو به بقیه نشون میده جویدن ناخونه. این کار شاید به کم شدن استرابتون کمک کنه، اما خب احساستون رو برملا میکنه و لو میده. تازشم این کار میتونه حواس کسی رو که داریم باهاش صحبت میکنیم پرت کنه و حتی طرف در مقابل شما احساس خوبی نداشته باشه. شماره 6، توی تماس چشمی افراد یا تفرید میکنید. پرهیز از تماس چشمی میتونه نشونه اون باشه که اعتماد به نفس پایینی دارین یا از طرف مقابل خوشتون نمیاد و حتی ممکنه که شما با این کار غیر قابل اعتماد به نظر بیاین. از یه طرف دیگه، مستقیم و با جدیت خیره شدن در چشمان طرف مقابل میتونه شما رو فردی پرخاشگر توی ذهن اون نشون بده و باعث بشه که کنار شما معذب باشه. شماره 7، به نظر میاد حواستون یه جا دیگه است. خب دور از ادبه که وقتی داریم با یه نفر صحبت میکنیم حواسمون یه جا دیگه باشه، اما گاهی هم پیش میاد که اصلا متوجه پرت بودن حواس خودمونم نیستیم، یا مثلا حواسمون به شخص مقابل که داره بهمون نگاه میکنه نیست، یا داریم به یه جا دیگه نگاه میکنیم. خب در نتیجه ممکنه که این فرد فکر کنه شما به حرفاش گوش نمیدین. شماره 8، پشت چشم نازک میکنید. خب پشت چشم نازک کردن یه نشونه کاملا روشن از بی‌احترامیه. این کار اگر جزی از ارتباط غیر کلامی با یکی از دوستاتون برای نشون دادن بی‌حوصلگی یا آزاردهنده بودن چیزی باشه، میتونه تا یه حدی هم بی‌ضرر باشه. اما اگه این کار واکنش شما به حرفای همکار یا رئیستون یا حتی یه شخص کاملا غریبه باشه، ممکنه این کارتون برای اون طرف زننده یا حتی توهین‌آمیز باشه. شماره 9، فراموش میکنین لبخند بزنین. لبخند زدن یه روش بسیار خوب و عالیه تا نشون بدید که اعتماد به نفس بالا دارین و از ارتباط با دیگران استقبال میکنید. قاعدتا این کار میتونه باعث بشه دیگران هم جواب لبخند شما رو با لبخند بدن و در مجموع احساس مثبت و راحتی نسبت به شما دارن. میریم آخرین مورد، شماره 10، دیگه زیادی خشک و ساکت هستید. بیش از حد خشک و ساکت بودن ممکنه اینطور به نظر بیاد که علاقه‌ای به صحبت با شخص مقابل یا شنیدن حرفاش ندارید. خوش بودن شما میتونه بقیه را معذب بکنه. سعی کنید با حالت صورتتون از خودتون اشتیاق واقعی نشون بدین و بدون اینکه خیلی تابلو و زایه باشه، حرکات بدنی شخص مقابل رو تقلید کنید.